حالا مثالی که میخوام بزنم شاید بیشتر کمک کنه، چون این توی همین ابیات این هفته اینها همه هستن، این چیزها. مثالی که میزنم یه اتاقی رو در نظر بگی، ما هم تو اون اتاق روی یه صندلی نشستیم. مادامی که ما روی این صندلی نشستیم یک دید ثابت و محدودی داریم، یعنی به گوشه های به همه اطراف خودمون که نگاه میکنیم یه چیزهایی رو میبینیم یه چیزهایی رو نمیبینیم، به دلیل موقعیت ما که اونجا رو صندلی نشستیم. فرض بفرمایید که یه گلدون بزرگ اونجا باشه، ما پشت گلدون رو نمیبینیم چون اینجا نشستیم رو صندلی این ور گلدون. این دیدن ما در این مثال همون فهم ما هست از این جهان ما که فعلا یه اتاقه. پس جهانی که من میبینم بسته به این که توی کجای این اتاق نشستم به اون صندلی برمیگرده. اینه که مولانا به این قضیه اینطوری اشاره میکنه، میگه که اولا تو هیچی نیستی به غیر از این فهمت، به غیر از همین دیدت. چیزی که میبینی تو همونی، آدمی دیده است باقی گوش و پوست، هر چه چشمش دیده است آن چیز اوست. پس من الان من چیم؟ من این دیدی هستم که روی این صندلی نشستم. خب حالا وقتی که اینو فهمیدم میگم خب جامو عوض میکنم، پا میشم میرم روی صندلی دیگه میشینم. به محض اینکه این کار میکنم میبینم یه چیزهای جدیدی دارم میبینم، یعنی چیزهایی رو که روی اون صندلی نمیدیدم روی این صندلی میبینم، الان روی این یه چیزهای دیگه میبینم. خب این یعنی من از وجود یک چیزهای آگاه شدم که قبلا آگاه نبودم. این میشه یک پله بیداری من، یعنی یک قدم جهت آگاهی و بیداری من برداشتم، از اون صندلی اومدم روی این صندلی. حالا توی این مثال که من عرض کردم دو سه تا نکته هست که اینا رو توی این ابیات مثنوی تو داستانهای مختلف مولانا گفته. یکی این که دید من محدود است و بستگی دارد به اون صندلی که نشستم روش. اگه میخوام دیدم عوض بشه باید جامو عوض کنم، صندلیمو عوض کنم. اگه به اون صندلی که نشستم تکون نخورم هیچ وقت دید من عوض نمیشه. این میشه اون چسبیدن به اون عقلمون و فهممون، یعنی ما به یک دیدگاه عادت کردیم و همونو حفظ کنیم، بهش بچسبیم. الان من که روی صندلی چسبیدم و بلند نمیشم از جام، چیزی که میبینم هویت من الان مثل هویت این صندلی است، چون که اگه این صندلی رو عوض کنم دیدم عوض میشه و هویتم عوض میشه، یعنی من عوض میشم. پس من الان شدم صندلی. این معنای هم هویت شدنه. ما با چیزها هم هویت نمیشیم، این که این دوستانه این میگن، ما با فهم خودمون هم هویت میشیم.
یعنی اصلا هستیم، همون فهممونیم. حالا اگه فهم ما به اصطلاح منحصر و محدود است به یک صندلی، پس الان من شدم این صندلی، از این صندلی پاشم میرم روی صندلی بی میشینم، اونجا یک دید جدید، یک آدم جدید به وجود میاد. خب این یه نکته. نکته بعد این هست که من خب دوست داریم ما بیشتر از این بیدار بشیم، پس میتونیم همه صندلی های اتاق رو امتحان کنیم و هر بار که روی صندلی میشینیم افق دیدمون تغییر میکنه، چیزهایی که ازش آگاه میشیم تغییر میکنه. و خب این میشه حکایت بیداری ما. و هرچی Thank you.